سلام، امشب میخواییم راجع به مهمترین فیلم و احتمال زیاد بهترین فیلم پولانسکی صحبت کنیم. فیلم دوشیزه و مرگ با یک بازی درخشان بی نظیر، با یک زن عصبی کنشمند که کشونه ایم. فیلم بر مبنای یک کار از دورفمان ساخته شده که برای صحنه، برای تئاتر نوشته شده و حالا پولانسکی کار خیلی سختی داره، چون تقریبا 90% فیلم در یک خانه کوچک اتفاق میفته و دورمین خیلی کار عجب غریبی نمیتونه بکنه. این حسنه. و چند تا کاراکتر، 3 کاراکتر، زنی که عرض کردم با بازی سیگمی ویور که بازیگر بسیار توانمندیه، تو فیلم های جیمز کامرون هم هست، تو ابیس به خصوص فوق‌العاده است. اینجا هم خیلی خوبه. بن کینگزلی بازیگری که خیلی بازیگره و خیلی نقشا رو درست در میاره، و شوهره که اسمشو نمیدونم، هیچم چیز مهمی نیست تو فیلم، یه مرد غیر کنشمند دولتی. قصه رو یه دقیقه بگم خدمتتون. قصه شکنجه این زن قبل از حالی که الان فیلم اتفاق میفته، شکنجه عجیب و غریب وحشیانه در یک کشور معلوم نیست کجا، امریکای لاتین، و آثار این شکنجه که از نظر عصبی همچنان رو زن کار میکنه در یک خونه متروکه که دور از شهر، که دورورش همسایه نداره و خونه های دیگه هم نیستن، یه خونه ویلایی. خب خود این پلات خیلی کار سختیه. پولانسکی چه میکنه؟ فیلم با یک ارکستر کلاسیک کار شوبرت رو میزنه، دوشیزه و مرگ شوبرت. این موسیقی خود به خود التهاب آوره وقتی میشنوید. توی فیلم این التهاب خیلی کار میکنه و این نقطه قوت فیلمه. ما فقط این رو میبینیم اصلا تا حداقل نیمی از فیلم که عصبیه، به محض اینکه کسی از دیگه خونه میشه اسلحه‌شو میکشه و چراغا رو خاموش میکنه، خیلی هم فعال و اکتیو، تنها غذا میخوره، شوهر نیست هنوز، رو زمین با اون نوع نشستن کنشمند و بی احترام به خود غذا خوردن. اینو دو کاراکتر مهمن. این کاراکتر این زن در میاد، اما مشکل کجاست؟ مشکل اصلی که فیلم رو از کمر میندازه اینه که ما چیزی رو با این زن تجربه نمی کنیم جز آخر فیلم. ما قصه رو نمیدونیم، شوهرش هم چیز مهمی نمیدونه، میدونه که این زن بدجور شکنجه شده، همه چیزهایی که ممکنه فکر کنید، شکنجه جهان سومی هم بدتر. خب وقتی ما نمیدونیم، شوهرم عمدش رو نمیدونه، ما چی رو تجربه میکنیم؟ هیچی رو تجربه نمیکنیم. ما فقط تنش این زن، التهاب و عصبیتش رو تجربه میکنیم، میبینیم. تا اینکه وسط های فیلم برای مرده تعریف میکنه،
که داستان چی بوده. یکم حتی بیشتر از وسط. خب همین قفلت در فیلم سازی صحنه رو ندیدم بتونم بگم که این قفلت اونجا هم هست یا نه. بر باز دوباره بر شک استوار، نه بر تعلیق. اگر ما 10 دقیقه اول میفهمیدیم که این زن شکنجه شده و یه بازجویی داره که باهاش همه کارهای غیر انسانی رو کرده، حالا اومدن این مرد بن کینگزلی معنی میداد و ما تجربه میکردیم. بن کینگزلی کسیه که شبانه با ماشین میاد، مرده رو که ماشینش خراب شده بوده میرسونه دم خونه و بعد دوباره وارد میشه. زن از همون اول میشناستش، از اسمش و بعد از بوی تنش و صداش، درست؟ آیا این شناختن زن، ما باور میکنیم که زن اینو شناخت؟ این رو هم نمیتونیم باور کنیم. باور کردن ما هم تجربه شدن با زن، بو کردن، اسم شنیدن، همون لحظه‌ای که اسمو میشنوه، اثری که بذاره، ما اینا رو به این دقتی که عرض کردم نمیبینیم در فیلم. و عصبیت که گفتم میبینیم. و به اضافه این که وقتی به این کینگزلی میاد توی خونه و زنه میبندتش به یک صندلی، مرد مست کرده، اینم نیمه مسته، زنه وارد میشه و این میبنده، با ماشینش هم فرار میکنه، ماشین میندازه توی دره درود خونه. خب این مرد رو شکنجه میده، دست و پاشو میبنده، بهش حمله میکنه، خونینش میکنه و در واقع نوعی شکنجهش میده. ما با کیم تو این داستان؟ با زنه نیستیم، با مرده هم نیستیم، چون شک میکنیم نکنه این بازجو، نکنه این شکنجهگر بوده. با هیچ کس نیستیم، با شوهر هم که نیستیم، چون شوهر در واقع یه آدم بیکنش دولتیه که قرار تحقیق کنه روی مسئله شکنجه در رژیم قبلی. خب میبینید یه سوژه به شدت ملتهب با یک موسیقی ملتهب از شوبرت هدر شد، هدر شده، کاراکترها هدر شدن، حتی کاراکتر اول ما زن هم هدر شده و ما باش هم تجربه نمیشیم. شک با ما در این فیلم چه میکنه؟ یه لحظه بیشتر کار نمیکنه و همچنان ما بیرون میستیم، از دور این شک رو میبینیم، تجربه شه میکنه. شک رو ما کی میتونیم تجربه کنیم؟ موقعی که در دل ساسپنس، در دل تعلیقه، چون تعلیق تنها راه تجربه کردن. شکی که توی تعلیقه امکان تجربه پیدا میکنه، از دل تعلیق، از بیرون این امکان رو نداره. یعنی یه اثری که بر شوک و استواره این همه فیلم های ظاهرن خوب و سرگرم کننده که تعلیق بلد نیستند از بین میره. حالا میمونه آخر فیلم که خیلی مهمه، که زنه قول داده که این مرده رو نکشه اگر اعتراف کنه به جرمش و اگر اظهار پشیمانی کنه. در چند دقیقه آخر فیلم زنه با مرده، چون مرده بازجوه شکنجه‌گره، یه لغت میگه که لو میده و کاملا دیگه زنه مطمئن میشه، مرده هم شک میکنه. هر دو میان کنار یک صخره بزرگ که پایینش هم رودخونه است و آب اساسی در جریانه که پرتش کنن پایین. اونجا بن کینگزلی اعتراف میکنه، زانو میزنه و اعتراف میکنه. اعتراف خوبه و ما باور میکنیم، زنه هم باور میکنه. میزانسن صحنه خوب نیست. یعنی چه خوب نیست؟ یعنی دوربین
90% روبن کینگزلیه که داره اعتراف میکنه. یه کات داره که بزن است که چیز مهمی هم نشون نمیده، آرام آرام راضی شدنشو میگه و این میزانسن خرابه. میزانسن درست این صحنه چیه؟ اینه که هر جمله‌ای که میگه و این زنه این جملات رو میشناسه که چجوری این آدم خوبی بوده، چجوری یه همچین جانوری شده، لحظه به لحظه باید کات میشد بزنه، متأثر این جملات رو در نمای درش از زنه میدیدی. این نیست. یعنی پولانسکی در این بهترین فیلمش کارگردان خوبی نیست. خونه خوبه، خونه رو در آورده، زن رو به دلیل این مسئله که عرض کردم نصف نیمه در میاد و اینجا هم که جای نتیجه گیری اساسیه درست برگزار نمیشه. نمای پایانی، نمای پایانی ما یک در یک سالن بزرگ موسیقی کلاسیک نشستیم و داره باز دوشیزه و مرگ زده میشه. بالا تو لوژ این مرده نشسته با زن و بچه هاش و خیلی عادی کمی مظلومانه داره به زنه از بالا نگاه میکنه. تلاقی نگاه این دوتا رو هم نمیبینیم، یعنی زنه متوجه این نیست. زنه آرام نشسته، دیگه موسیقی ازتش نمی کنه چون این موسیقی همیشه ازتش میکرده. این در واقع یه المانی بوده که یادش می اومده همه اون شکنجه ها و تجاوز و تمام اینا، اذیت نمیشه. اما چون تعادل این نگاه نیست و یک نگاه سرد بیرون و کمی مظلومانه مرد بزن است، این صحنه هم تمام قدرتشو، قدرتش چیه؟ نویسنده میخواد بگه که ما مجبوریم بعد از پیروزی با شکنجه‌گرامون زندگی کنیم. خب این بعد در بیاد، در نمیاد، به دلیل همین میزانسن خراب. در مجموع دوشیزه و مرگ قابل دیدنه ولی با این عیباش تبدیل نمیشه به یه فیلم اثرگذار و هدر میشه. دیگه از پولانسکی شما گویا خیلی بهش علاقه دارید، بعضی از شما دیگه چه میخوایید ازش بحث کنیم؟ بگید به ما تو کامنتاتون که ما بحث کنیم. فیلم های اولیش چاقو در آب و ریپالشن تنفر قابل دیدنن. این فیلم آخری کشتار که نویسندهش یاسمینا رضاست و نویسنده قلدریه قابل تحمله و من بقیه فیلماشو اصلا دوست ندارم. پیانیست خیلی شعاریه و هیچ کاری نمیکنه. ولی هر کدوم خواستید تو یوتیوب به ما بگید و ببینیم که کدومشو بحث کنیم. فیلمساز درجه یکی نیست و مستأجرش خیلی فیلم بدیه.